سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یک دیگه از مجموعه برنامه‌های چندشنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. همونطور که می‌دونید هفته گذشته ما برنامه نداشتیم، ولی خیلی زود برگشتیم چون حس کردیم اونی که توی این مدت صداش در نمی‌اومد و هیچ کس هم حسابش نمی‌کرد، به محض اینکه بوی خون و اعدام به مشامش خورد، عین دراکولا از تابوت در اومد و زبونش عین لوکوموتیر راه افتاد. پیش‌بینی کنید و پیشگیری کنید. کاری که ننه بابای خودش اگر کرده بودن، ما الان اینجا نبودیم. دارو چقدر کشور نیاز داره؟ چه داروها نیاز داره؟ داروی پیشگیری دیگه، که اگه به اندازه کافی در دسترس بود و امثال تو نبودن، میدونی الان دنیا چقدر جای بهتری واسه زندگی میشد؟ میدونی قطار حرکت پیشرفت چه سرعتی میگرفت؟ ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد قطار حرکت پیشرفت و فعالیت کشور کند یا متوقف بشه. قطار حرکت پیشرفتش وسط حرفاش خاموش شد. یعنی یه تنه یه جوری کلماتو پس و پیش میگه که پس و پیش زبان ادبیات فارسی رو یکی کرده. این دو تا سخنرانی دیگه بکنه، مرحوم فردوسی هم زیر خاک دوچار ناله های نیمه شب میشه. به برکت ناله های نیمه شب همسران و فرزندان و مادران و پدران شهدا، همه هم داشتن ناله میکردن. اینجوری به جای رئیس جمهور انقلابی باید رئیس جمهور تخت خوابی صداد کنیم. با ناله های نیمه شب همسران مردم چی کار داری؟ اینها، اینم نمونه ناله هاشون. شما نوچه ها و مزدورای اسرائیل از طرف اسرائیل و آمریکا و صهیونیست هیچ غلطی تو این کشور نمیتونید بکنید جز اینکه سطل آشغال آتیش بزنید. من مطمئنم یه رابطه بین سطل آشغالای توی خیابون و ماتحت این جماعت وجود داره، چون هر سطلی تو خیابون آتیش میگیره پشتش کون اینا هم باش میسوزه. توی تهران هم ببینید هزینه گشت ارشاد میدن. من معتقدم اصلا این گشت ارشاد تهران کلا 3 تا 5 تا ماشین داشتن، 3 تا 2 شام خراب بوده 3 تا. هر چیو ندارید میگید داریم، هر چیو دارید میگید نداریم. هر چیتون کمه میگین زیاده مثل عقلتون، هر چیتون هم زیاده میگید کمه مثل روتون. من آدم نیستم که عزیزان من، شما خیلی جا بچه من هستید، من آدمی هستم که تو عمرم یه بار دروغ نگفتم. اطلاعاتتون رو از کجا میگیرید؟ به خودتون بخندید به اون اطلاعاتی که میگیرید. خدایش اینو من دیگه لازم نیست چیزی بگم دیگه، اون همه آدم همونجا توی سالن قهوهش کردن. یه بخشی از این بچه‌ای که اومدن کف خیابون، مثلا در مشهد 6 تا گیمر دستگیر شدن که اینها در صدد کار و در حین انجام کارهای بسیار خشن بودن. بابا چه اصراری آخه، همه تون میخواین در مورد هر چیزی که از همه بیشتر هیچی در موردش نمیدونید بیشتر حرف بزنید. گیمر آخه؟ توی که آخرین تجربت در دنیای گیم این بوده که دستو بکنید تو جیب شلوارت یا قلقل بازی کنید، چرا در مورد گیمرها نظر میدید؟ در بازی های خشن اینترنتی مثلا بازی رو انجام میده که اگر جای اشتباه میکنه امتیازاش میریزه، باید یه بچه رو بکشه تا امتیازا برگرده. تازه اگه بچه رو از بلندی پرت کنی پایین بعد بگی خودکشی کرده، یا بزنی تو سرش بگی بیماری زمینه ای داشته، که نه تنها امتیازت برمیگرده بلکه میری مرحله بعد. من ما اومدیم این رو در عالم حقیقی تو این فضا اجرا کنیم. والا در فضای حقیقی که اخیراً جوونا و نوجوونا یه بازی جدید اختراع کردن اصلا نمونه کامپیوتری نداره، بازی ماریو عمامه خور.
من واقعا با این حرکت مخالفم. اصلا کار خوبی نیست. به نظر من که این بازی به این هیجان انگیزی یک گزارش پرشور و باحال هم میخواد. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مهربان و با وفا، همونجا ضربه رو میزنه، خوبم زد. با هم ببینید اینجا چرخید، ضربه رو زد اینجوری با آرامش و با حوصله و تدبیر. چه میکنه در آزادی؟ اینقدر محکم، اینقدر خوب، اینقدر دقیق و اینقدر باشکوه زد. نگاه کنید، دیدین چقدر بهتر شد؟ گزارش که فقط نباید روی گلای علی دایی و دریبلای علی کریمی باشه. به به، به یه سری مثل آقای دایی و کریمی و اینا باید بگم که ساندویچ مملکت خودتو بخوری بهتر نیست که چیز دیگه کشورهای غریبه رو بخوری. تو خودت داری چیز علی دایی و علی کریمی رو با ساندویچ میخوری که تو گلوت گیر نکنه. مگه نه؟ بابا میکنین چرا؟ ساندیس با طعم علف هم داده باشن بهتون، نباید بابا کنید. شما باید ماما کنید. ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد. دیدی همه ماما. آفرین، پذیرش مشکل خودش خیلی خوبه. شما هم حالا به هر حال همین که در گام اول گاو بودن خودتون رو پذیرفتین و فقط در شیردهی و عدم شیردهی خودتون شک دارید، جای شک داره. البته شیری هم نمونده ازتون ها، چون چین و روسیه یه جوری مکیدن که دیگه کسی فشارش هم بده نهایتاً یه مقدار بخار در بیاد. استکبار امروز نماد و نمودش نظام سلطه حاکم بر امریکاست. حالا اون نماد و نمودش استکبار باشه، شما با این طرفدارای دائم التحریک در بهترین حالت نماد و نمود استمنا محسوب میشید. برای اینکه به منافع خود برسد حاضر است بسیاری از ملت‌ها، بسیاری از مردم در جای جای دنیا از بین بروند. یعنی آمریکا اینقدر جانی و آدمکش و بی‌رحم و دیکتاتور شده؟ خب این که خیلی خوبه، این نشون میده پروژه صدور انقلابتون به خوبی جواب داده. نقش ایران رو در منطقه همه میدانند. هیچ معادله‌ای در منطقه بدون نظر موافق ایران اسلامی رقم نخواهد خورد. خود گلوش گرفت ازن از بس دروغ میگن تو قناغه. حالا تو منطقه شاید درگیر معادله ها باشید، ولی فعلا که در داخل همه معامله هاشون رو واسهتون در نظر گرفتن. من چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده. حالا اون گوزوی حواس پرته این دوستان و همکاران خودتون این بر اون بره دیگه، اینجوری ددمشیانه به روش نیار، سنی ازش گذشته. ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. البته به بایدن جان هم باید گفت اگر آزادی از جنس آزادی افغانستان میخواید برامون بیارید که ممنون، لازم نیست، ما همینجا خودمون از طالبان طالبانتر داریم. ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید. البته کل ایران که نه، فقط یه قسمت کوچیکیش آزاد شد و همه ریختن تو کشور که اسمش حوزه علمیه قم بود. اختشاشگر کسیه که آرمان عزیز رو اینطور شکنجه میده، پلیس آتیش میزنه، دست و پا قطع میکنه. بعد کسایی که آبان 98 به عنوان مهمون آوردین تلویزیون که بگی یه دست و یه پای معترضین رو قطع کنین چی هن؟ اونم اختشاشگره؟ اینجوری که پرپکان جان با اون سابقه درخشان سال 67 ابر اختشاشگر محسوب میشه. یعنی یه فیلمی هست از آرمان عزیز چاقو تو صورتش میزنن. آقای ثابتی هیچ انسانی نمیتونه، مثلا اگه مرغ رو نمیتونیم ما سر ببریم. اون که شما مرغ هم نمیتونین سر ببرین تو شکی نیست، چون همه میدونن که شما فقط مثل آب خوردن آدم میکشین، مگه نه؟ بله آره، مثل آب خوردن بود. دولت از روز اول گله جنگی اجازه بده که نیرو انتظامی استفاده کنه، هر کی اومد تو خیابون تق 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 بزنه، مردمم کپ کنن برن بشینن تو خونه‌شون. هرگز دولت، این دولت حداقل هرگز هیچ کاری نمیکنه. آها، پس به این دلیل بوده که تو این 50 روز فقط با حلقه گل روز و گلایل از معترضین استقبال میکردین. آخه حالا چرا؟ چون بچه‌شه، چون خانواده‌شه، میدونه این ایرانی، این اصلا کلی روش سرمایه گذاری شده که این مشکل کشور رو برطرف بکنه. جدی میگی؟
خب پس اینو به ماموراتون هم اطلاع بدین، چون تو بلندگو دارن یه چیز دیگه ای اعلام میکنن. الان یعنی رفتید سوریه جنگیدید که داعش نیاد سر زن و بچه مردم رو ببره، به جاش خودتون این کارا بکنید؟ اینم خودرو و واکسن و دارو و موشک و لوازم خونگیه که میخواید توش خودکفا بشین؟ حتما از طریق پدر و مادرتون در جریان قرار گرفتید که دیروز در شیراز، دیروز بعد از ظهر اتفاقی افتاد. یک فرد تروریست با اسلحه وارد حرم شاه چراغ شد و خیلی ناجوان مردانه اقدام به تیراندازی کرد. وسط برنامه کودک. حالا اگه کوچولو هم نمیدونستن و خانواده هاشون سعی کرده بودن بچهشون از اخبار وحشتناک مملکت هر جوری از دور نگه دارن، که دیگه بله بعد از گفتن تو ابله فهمیدن. جالبه بدونید کوچولوی عزیز که در بین این زواری که آمده بودن آرام بگیرن، دعا کنن برای خودشون، برای پدرشون، مادرشون، برای آینده خودشون، هم متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. گویا بعد از عمو پورنگ که یه زمانی پدیده مجریگری کودک و نوجوان بوده، الان این عمو الدنگ اومده جاشو گرفته. اون آهنگ در قندون لب خندون میخوند، این گاز و باتوم تیر و زندون. اگر جمهوری اسلامی به من آخوند نورستانی اجازه بدهد با 2000 نفر نورستانی تمام اعتصامگران مقیم تهران را به درنگ واصل میکنم. لا مصب، تو خودت بدون عصا راه نمیتونی بری. دیگه اینقدر علنی گندگوزی نکنه حداقل. بعضی از این دانشجویی که باشون صحبت کردن که شما چرا این کارو کردید، میگفتن خب ما میترسیدیم وارد این بحثا بشیم، بعد به ما گفتن شما اگه مشروب بخورید ترستون میریزه. آره دیگه، مستی و راستی. والا اگه اعتراض کردن انقلاب کردن به مستی و مشروب خوری بود که الان جوانای روسیه بعد شورت ارباب پوتین رو صد بار کشیده بودن رو کله خودش و نوچه‌هاش و تو و خیابانی با هم. وطن همینه، اینجا الان آبه اما خاک ماست، همینو خاک بدونید، این آب رو خاک بدونید، خاک وطن ماست اینجا. خاک بر اون سرت. تو الان چی میگی این وسط جواد؟ دیگه حادثه مثلا تروریستی و دلار 37-8 تومانی و جام جهانی هم حواس مردم هم مسیری که دارن میرن برد نمیکنه. فکر کردی سرشون گرم سوتیای جدید تو میشه؟ این خاک آبه که هیچی، تو دیگه لختم بشی وسط صدا و سیما، کسی به هیچ جاش حسابت نمیکنه، راحت باش. حضور تانک ها در صدا و سیما خبرساز شد. در فضای مجازی اعلام آماده باش کردن در صدا و سیما و نوشتن لشکرکشی تانک ها به سازمان صدا و سیما. این همون توپ و تانک و فشفشه هاییه که مردم حواله میدادن به مرجیاتون دیگه. چیز عجیبی نیست که، یه چیز عادی مثل سبزی پلو با ماهی محسوب میشه این روزا. خبر مهمی نی؟ ما حق نداریم دنبال هر خبری بریم. بله، فقط و فقط و فقط باید دنبال یه خبر برید، اونم خبر 23 صدا و سیماست. اگه یه کسی خبری آورد بریم تتوی این اخبار رو در بیاریم، ولی تتوی مسئله رو در آوردن چه جوریه؟ یعنی در واقع ابزار میخوای امکانات چی کار باید بکنم که تتوینو در میخوای دوباره به همونایی که این خبر رو درست کردن مراجعه کنیم؟ به مجریایی که علاوه بر خبرنگار بازجو هم هستن به اونا میتونید مراجعه کنید، مثل ایشون. حسین شریعت مداری، متولد 1326 در دماوند، نامی آشنا در عرصه روزنامه‌نگاری و تحلیلگری مسائل سیاسی. او در ساحت خبر هم صاحب سبک است و هم صاحب نام. صاحب سبک؟ اونم سبک ماست سیاه. این اگه یه روز روزنامهش تیت زد که ماست سفیده، شما بدون شک باید بدونید که از قیر هم سیاه‌تره و اون چیزی که تا الان میخوردید ماست نبوده حتما. رسانه‌های خارجی او را به عنوان تأثیرگذارترین تفسیرگر ایرانی معرفی کردند. رسانه های خارجی اصلا میدونن نفخ کدوم نخود لوبیاست که بخوام به عنوان تفسیرگر بشناسنش؟ این یه هفته تو رسانهش به کسی فوش نده، ننه باباش هم یادشون میره همچین بچه‌ای داشتن. ببینید امروز خب رسانه به عنوان یک ابزار مهم، در واقع میشه گفت که یک ابزار جنگه. بله دیگه، شما از آمبولانس و ماشین آتش نشانی و سردخونه سیار بستنی هم به عنوان تانک استفاده میکنید. رسانه که جای خود داره. برخوردهایی که اروپایی‌ها میکنن تو خیابون با زنها، حالا بالاخره ما یک حدود اسلامی داریم، یه مسائل شرعی داریم، پلیس ما رعایت میکنه و به هر حال قائل به این هست. بحث اعتقادیش اصلا بحث دستور حکومتیش هم نیست.
بله پلیس ما اینقدر رو مسائل اعتقادی حساسه که دست نمیزنه بزنه توی خیابون. فقط شلیک از راه دور، گاز اشکاور یا اگه مجبور به دست زدن هم بشن از قلاب زندگیری حیوانات استفاده میکنن که اعتقاداتش به خطر نیفته. دیدین چقدر اعتقاداتشون قویه؟ متاسفانه جوانای ما یکم راحت طلب شدن و فکر کردن همه جا به همین راحتی میشه به خواسته ها رسید. کیه تو این دنیا که همینجور راحتی با راحتی برسه به اون جایی که میخواد؟ خاصیت این دنیا اینه که با رنج و با سختی آمیخته شده. دقیقاً قرار نیست که شما به همین راحتی به رفاه و آسایش و امنیت و امکاناتی که توی عمر 60-70 ساله احتیاج داریم برسین، که یکم سختی طعمش رو شیرین تر میکنه. قیمت خانه در پایتخت حدود 640 برابر افزایش یافته و طول انتظار برای خرید خانه به بیش از یک قرن رسیده است. فقط مشکل اینجاست که سختی رسیدن به خواسته ها رو فقط بر اساس طول عمر خودشون و دار و دسته‌شون تنظیم کردن، نه مردم عادی. ما کنار مردم هستیم، برای مردم هستیم. دقیقاً مشکل مردم هم همین قسمته که شما هستید. اگه نبودید که دیگه کسی اعتراضی نداشت. شما فردا بذارید برید از مملکت، من تضمین میکنم دیگه همه اعتراضات بخوابه، هیچکی نیاد تو خیابون. قول